سلام، به سبچه خوش آمدین. مهمان امشب ما استاد جوانی است که در فهم متفاوت از مسائل دینی کوشش میکنه. او ماستر تفسیر قرآن است و مهمترین نوشته است نقد بر تعبیر ناقص بودن عقل زنان است. هنوز سالهای زیادی باقی مانده و کارهای زیادی در پیش رو دارد. به قول دوستای نزدیکش ملای مقبول، استاد محمد اصغر وکیلی پوپلزایی. بفرمایید جناب استاد. سلام. بسیار خوب است. شما چهار نفر بخیر تشریف آوردین. بفرمایید. محمد اصغر وکیلی پوپلزایی. حالتون خوب ان شاء الله؟ بخیر آمدین. شما خوب هستین؟ سلامت باشید. بسیار تشکر. بسیار خوش آمدین وکیلی صاحب. سلامت باشید. با نمایندگی دوستا شما را سلام و خوش آمد میگم به برنامه. به نمایندگی همه بیننده ها. وکیلی صاحب در 22 جدی سال 1365 در کابل تولد شدند. لیسه سید جمال الدین افغان و بعد از او لیسه غلام حیدر خان فارغ شدند. در ادامه پوهنتون تعلیم و تربیت زبان عربی ادبیات عربی خواندند و فعلا هم ماستر تفسیر قرآن هستند. ما درست معرفی کردم؟ نکته ای داری؟ اگر جای را اصلاح میکنین بفرمایید اصلاح کنین. ما چیزای زیاد در مورد شما دارم که بگویم. سلامت باشین. تشکر. غیبت های زیادی در مورد شما شده. شما را دوست دارین وکیلی صاحب بگویم، پوپلزایی صاحب بگویم یا هم مولوی صاحب؟ جالبی است که همه دوستا بمرای طولانی بودن نام ما مشکل دارن. بعضی ها قاری صاحب میگن، شاید نام اصلیتون بعضی ها نفهمن. اکثرا بله بله اکثرا نمیفهمن. بعضی ها وکیلی صاحب میگن، بعضی ها پوپلزای صاحب میگن و بعضی ها هم یگان دفعه که میبینن. جالب از این خاطره دارم، یکی از جاها لیستی بود که نام رو نوشته میکردن، وقتی که نام نوشته کرد گفت استاد میبخشید این نام مکملتان فراموش کردیم، گفتم محمد اصغر وکیلی تا که پوپل بگم، گفت رنگ قلمم خلاص میشه برای دیگه باقی نمیم. و من فکر میکنم جدول این هم نیست که قدر نام کلانه بگیر. به هر حال امی قسم که نام طولانی دارین، شخصیت بسیار فوق العاده دارین، من متاثر هستم از شما. حسن نظر شما است. در مورد خود ابتدا بگویید، در مورد خانواده بگویید، شما چندم خانواده هستین؟ این قسم معلوم میشه که شما نازدانه خانه هستین. خرد خانه هستین؟ نه خیر، از ما یک خردتر است، دکتر صاحب اکبر برادر خرد ما است. ما ماشاءالله 5 برادر و 4 خواهر هستیم. برادر کلانم انجینیر صاحب انوار هستن، محمد انوار که ماستری دارند در برق، و برادر دومم هم آقای صاحب قصور هست که اونا هم ماستری در اداره و تجارت دارند. برادر سیومی هم انجینیر هستن، از پلتخنیک فارغ هستن، از سروی محمد جعفر. و برادر چهارمی خودم هستم و پنجمی هم برادرم دکتر محمد اکبر هست که محمد اکبر وکیلی پوپلزایی. بله بله. بسیار خوب. بسیار خوب. شما هستین در بین برادران چهارم. چهارم بله. و در همه فامیل چندم هستین؟ در همه فامیل هشتم میایم. هشتم. بله. معمولا اونایی که در آخر هستن بیشتر نازانه می باشد. سنت زندگی افغانی. بله بله. اما یک مثل است که خرد چی میگن، میگه خرد افغان نباشی نه. تمام این کارو اینا سر از می خردا می باشه. اما باز برعکس است از ما. الحمدلله فضای خانه قسمی هست که اینطور معلوم نمیشه که خرد است. بله بله بله. درست، من همین قدر گفتم. چی مصرفیت دارین؟ این وقتا کجا مصرف هستین؟ مصرف درس ها و نوشته ها یا چیزهای دیگه هم مصرفیت دارین؟ بله. خب وضعیت برای شما هم معلوم هست که پانتونا رخصت هستن و در بعضی پانتونای خصوصی که مصروف هستیم اونا هم امتحاناتشان هست. و یک مقاله نیمه تمام سر کار داشتم که البته رساله ماستری ما بود و مورد اعجاز طبی قرآن در مراحل خلقت انسان و رشد جنین. این ناتمام مانده بود دیگه، از فرصت استفاده کرده گفتیم کمی را تکمیل بکنیم اگر وقت یاری بکنه انشاءالله. خب چی خواهد شد؟ خیلی دور خواهد شد یا نه خواهد شد؟ بس روال منظمتر پیش بینی میکنین؟ فکر میکنین میشه پس یا نه این قسم میدامه میدیم؟ والا امیدوار هستیم به آینده. خداوند مهربان است. درست درست. وکیلی صاحب به خاطر یک تفسیر و تعبیر متفاوت از بعضی مفاهیم که داشت در علوم اسلامی، در جواب بعضی سوالاتی که بیننده و دوستا روان میکردن موضع متفاوت داشت.
من یادم از بعضی موارد که بعضی موارد سه بار باز زور میداد. همونطور است. راستی چطور برخورد شده در این موارد؟ به خاطر تجارب و به خاطر موضوع‌گیریتان مورد خشم قرار گرفتین؟ الحمدلله مورد خشم قرار نگرفتیم، ولیکن چون مورد حسد قرار گرفتیم. بله بله. ولیکن دوستایی که بودن همیشه لطف میکردن، حسن نظرشان بود. بعضی موارد را شریک میساختن که در این مورد اگر این دیدگاه میباشه بهتر خواهد بود. بعد باز بمرایشان وقتی که صحبت میکردیم اینا یا قناعت میدادن یا قناعت میکردن در بعضی موارد. تانستین یک آدمی که مثل سنگ محکم باشه قناعت بدین تغییر بدین؟ والا خب در ظاهرن قناعت میکردن، اما باطن دیگه به خدا معلوم. من یک تجربه دارم از شما که فکر میکنم با هم بودیم یک روزی که یکی از استادا بد رقم انتقاد کرد، فکر کرد. فرق برداشت دینیتان و فهمتان با دیگران از نظر خودتان چی است؟ با استادای دیگه، با نویسنده‌های دیگه؟ من اکثرا کوشش میکنم که چیزهای نو و تفسیر نو باشه بهتر هست، یعنی با شرایط امروز. بله بله، با شرایط امروز تفسیر شو و تعبیر شو. یعنی فکر میکنین تنها امکان داره یا لازم هم هست؟ لازم هست، لازم, لازم هست. چرا بعضی موارد هستن که در گذشته ها طبق امو عصر و زمان تفسیر شده بود، یعنی نیاز جامعه هم قسم بوده، ولی که امروز وقتی که ما میبینیم که سطح دانش الحمدلله بلند هست، سوالات بسیار زیادی مطرح میشه در رابطه با هر موضوعاتی که قبلا تفسیر شده. مهم هست که باید یک بیشتر توضیح داده شود، بیشتر تفسیر شود، تا ای که جوانا و کسایی که چیز فهم هستن مورد قناعتی از اونا قرار بگیره. گاهی ما بیاد دارم وقتی که ما در جریان درس چی میکردیم، یکی از خاطرات خودم هست، من از نام استاد خود را نمیگیرم. یک وقتی بسیار چون من در خورترکی مدرسه را آغاز کردم، بسیار اشتیاق داشتم که کلمات را یاد بگیرم یا وظایف را یاد بگیرم که او را بخوانم، ورد بکنم تا خداوند متعال جل و علا شانه او را در خواب ببینم. این یک شوق بود در امو طفولیت و در امو یعنی فهم و دانشی که در طفولیت داشتم. یک روز از استاد خود پرسان کردم، گفتم استاد میشه که آرمانه، گفتم که تو کدام چیزی وظیفه هست؟ گفتم که بالا بیار. خوب یک قفایی جانانه ورداشتیم. خوب لط خورده. قفایی جانانه ورداشت، گفته که تو از دایره ایمان خارج میشی، کافر میشی، خداوند که جسم نداره و اینا نداره. بعد من تا بسیار وقت فکر میکردم که اگر من در رابطه با خداوند و در رابطه با عقیده یعنی بخوانم شاید من کافر شوم. و امی بود که این سوال در ذهنم بود و همیشه به این فکر میکردم که چطور میتونم که حرفش بسازم. فکر میکنم یه تعداد جوانا شاید همین قسم باشن. بله بله. و جالب است که خوشبختانه من اولین کتابی را که نوشته کردم، کتاب عقاید اسلامی، پاسخ به اینمی سوال بود. چرا نمیتونیم الله متعال جل و علا شانه را ببینیم؟ جواب بسیار قناعت بخش و جوابی که در سه کلمه بسیار کوتاه میشه که جواب منطقی برای یک فرد بدیم. درست. اینالی نیاز هست، جامعه ایر نیاز میبینه که باید برش همین قسم یک جواب قناعت بخش داده شود، جواب قناعت بخش ارائه شود، تا ای که بتانه اینه خود را از فاصله نگیره که اگر من در مورد خدا و در مورد عقیده و در مورد اعتقادات پرسان میکنم، خدای نخواسته این دیدگاه ما مرا به کفر و به شرک میکشانند، بلکه دلایل بسیار وجود داره که میتونیم که درست یک راهنمایی بکنیم و جوان یا کسی که سائل هست و سوال کننده هست یم دل سرد از دین نشه و دل زده از دین. بله بله درسته. یک وقتی یادم میاد که یک دوست مرا در بیرون در شهر استاد کرد، و البته چند سال پیش میگم، و در مورد میراث یک سوال بسیار طولانی جز به جز داشت که علم میراث هم بسیار پیچیدگی خود داره، و من مستقیم آدرس دادم وکیلسه، شماره اش دادم، گفتم که با وکیلسه ارتباط بگیرین. به من مو وقتم گفت که من میال زنگ بزنم، گفتم خو اختیار داری خودت، گفتم میال زنگ بزنم اگر کردیتم کم است. وقتی که ورسی بود توضیح داده بود، چون بحث میراث بسیار طولانی است، 30% سوالش جواب نشده بود. من میگم که خب حالا چی کار کنم؟ من گفتم بیا پیش خودت میبرمش از نزدیک جواب بده.
نکته های زیادی هست، سوال های زیادی هست، بعد از وقفه ادامه میدیم با استاد رفیقی، با ما باشید. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سرعت چند است؟ وکیلی صاحب میخواست سوالا را قبل از برنامه پیدا کنه و بفهمه که ما از او چی سوال میکنیم. من سوالا را در جیب خود نگاه کرده بودم و اگر ایره هم دیده باشه سوالات من در ذهن من است. وکیلی صاحب فیلم میبینیم گاهی وقت؟ گاهی. انتخاب دارین چیزی به ذهنتان است؟ کدام نمونه؟ مثلا چی؟ زیاد که از فیلم ها خوشم میامد دنیای اسرار باد پنجم. خب. اینا بسیار خوشم میامد. بله. او پیامی که داره. حتما اون را تعقیب میکنین. قبل از اینکه سوالات قضاوت و انتخاب بیارم، یک نسبتی با استاد مرحوم عزیزالدین وکیلی پوزیر پرسان میکنم. با این شخصیت شما نسبت خانوادگی دارین؟ بله بله. بگوین که چطور یک رابطه دارین؟ اونا کاکای مثلا، کاکای پدرم. کاکای پدر. بله. خب استاد وکیلی از خطاط های مشهور افغانستان، شما حتما خطاط 14 قلمی هستید. 14 رقم خط یاد دارید. بله بله. چون ایران ما قبلا صحبت کرده بودیم. بله بله. محصلینی که امیال برنامه ما را میبینند و ما را میبینند، هر کدامشان از خط 14 اونا شاید هستند که شما خط. بله بله. از خط 14 خاطره دارند. و ما هم خطان رو دیدیم. بله بله. مهمترین نوشته‌هایتان کدام ها هست؟ بعد هم کتاب را خود داشتیم در برنامه، اگر میخواین نام بگیرین که فکر میکنین مهم است و دوستا در لابلای برنامه متوجه شوند، نام بگیرین. و ما در مقدمه هم گفتم تعبیری که در گذشته در مورد ناقص بودن عقل زنان وجود داشت، شما در این رابطه چیزی متفاوت ثابت کردین. میشه بگوین چیزایی؟ بله. مهمترین کتابایی که هست و نوشته شده، کتاب عقاید اسلامی هست که پاسخ به سوالات امروزی هست. چرا مسلمان؟ درست. ایمان چی نقش در زندگی ما داره؟ تفاوت میان ما و غیر یک ما که مؤمن هستم و یک کسی که مؤمن نیست چی تفاوت هایی وجود داره؟ وی که چرا ما خدا را عبادت کنم؟ چی نیاز هست به عبادت خدا؟ چرا چی نیاز هست که ما باید دیندار باشیم؟ درست. و همچنان موضوعات پیرامون تقدیر، قضا و قدر. اگر همه چیز در تقدیر الهی، در تقدیر نوشته شده هست، پس اگر ما کدام گناه و خطایی را انجام میتوم، چرا مؤاخذه میشم؟ درست. آیا امی هست یا نیست؟ این موضوعاتی بسیار مهم هست که کتاب عقاید اسلامی در برگیرندش هست. و همچنان کتاب دیگه که هست در رابطه با رویکرد تطبیقی بر جایگاه زن در اسلام. تطبیقی با دیگر ادیان یا دیگر جوامع چطور؟ با دیگر ادیان. خب. و جوامع. بله. خب امین دکترم بگوین، آیا زن ناقص العقل است در اسلام یا نه؟ یکی از موضوعات بسیار جالبی است که همیشه بحث برانگیز هست و جنجال برانگیز. جنجال برانگیز. بله بله. جنجال برانگیز ممکن به خاطر ازی باشه که ما کم میفهمیم. کم میفهمیم و سوی تعبیر یا غلط میگیریم. بله بله. وقتی که حدیث را ما دقیق میشیم، میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امو زیرکی، توانایی و ذکاوت بالای زنها را اشاره کردن. اشاره کرده. ولی که ما برعکس تعبیر برعکس تعبیر میکنیم که زن گویا ناقص عقل هست و ناقص دین هست. در حالی که نقصان عقل زن این به معنای خدای نخواسته توهین بر زن ها نیست، بلکه امو ذکاوت بالایی که زن داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینا گفته، مثل که ما و شما در میان برادرای پشتون خود یک اصطلاح داریم، وایسی کافر دکتر ده، وایسی کافر مولا ده. یعنی کافر هست. منظور این نیست که کافر هست، یعنی بسیار بلاست، یعنی بسیار چیز اصلا برعکس، یعنی برعکس است، یعنی بسیار پخته است، بسیار فهمیده است، بسیار آگاه و هوشیار. درست. و مسئله نقصان هم همین قسم هست که اینجا اما تعبیری از ذکاوت بالا و از زیرکی بالای زنها صورت گرفته و همیشه وقتی که تفسیر این تعبیر در علمای دیگه هم هست بوده. میخواین نام کسی رو بگیرین؟ یعنی قبلا هم متوجه شدن بعضی دانشمندا چیزایی در مورد بوده؟ بله، این محمد عماره در آخرین تحقیقات خود در این نکته اشاره کردن. درست درست.
مولانا یک بیت داشت در داستان حضرت عمر ابن خطاب، میگفت که موی کج چون پرده گردون شود، گر همه اجزاد کج شد چون شود. این قسمی شده از ما. بله در مورد زنان خواهد منم این قسمی شده دیگه. دقیقا. خب قبل از اینکه وقفه بریم، در مورد شما دوستای نزدیک خودتان به شمول خود من یک شوخی همیشه که داره، میگم شما مولای مقبول هستین با استایل. اگر میخواین مولا بودن یا نبودن تان اینجا به اثبات برسونن، یک فکایی ما بگوین، باز میریم وقفه، باز عکس ها رو میبینیم و بخشای دیگه داریم. خب آل دفتن چیزی در ذهن از فکایی نمیه، انشاءالله که باز خواد در جریان برنامه حتما فکایی میداشته باشیم. براستی به خاطر امی صفا و صداقت که شما دارین چند نفر پیشتان خورده تاره؟ والا شاید زیادتر باشد. چقدر توان بسندین؟ خب همیشه وقتی که انسان کسایی که در بیرون میگردن، یعنی من همیشه دوستای خود را ایره میگم که انسان‌های کوشش می‌کنند زیرکی و توانایی را در فریب دادن، در نیرنگ بازی کردن و رنگ بازی کردن، در درویی بودن، او را یک ویژگی و خاص خود بدانند. در حالی که اسلام شدیداً مخالف از این هست، انسان باید یک رنگ باشه و فکر نکنن که اگر من در جوانی از یادم زدم، من موفق ترین انسان روی زمین هستم، در حالی که نه، پسترین انسان روی زمین اما کسی هست که خدای نخواسته خیانت بر دیگران میکنه و اینا میکنه. باید اینا متوجه باشیم، چون دنیا در گذر هست، یعنی اما در لب جوی نشین و گذر عمر ببین. بله، عمر هرچی انسان بخواه نخواه زود تیر میشه، ولی که آنچه که برای انسان باقی میمانه اعمالی است که بعد از مرگ برش باقی میمانه. اینکه چی هست، آیا نیکبخت است که فلاح و رستگاری آخرت را نصیب شود، یا اینکه شقی و بدبخت هست که هم در این دنیا زجر و وجدان بکشه، عذاب وجدان داشته باشه و هم در آخرت. بله درست. شما یک دور کاندید چی هم بودین، پارلمان هم بودین. بله. او تجربه را بگوین و ضمناً حتما فکر کردین مهمترین مشکل افغانستان در او عرصه در کدام بخش و چه میبینین؟ بله بله، البته که وقتی من خود کاندید کردم یک مکتب بسیار آموزنده خوبی بود. بله، که اگر ما میخواستیم که درس بخوانیم شاید به سوی دکترا تجربه نخواد بگرفتیم، که از اینجا تجربه گرفتیم به هر صورت. ولی که نقصی که مردم ما داره، یک رقم شدن بسیار آدم چیزا یاد بده. بله بله. نقصی که مدیدم، یعنی چیزی که من متوجه شدم این است که مردم ما بسیار مردم صادق و بسیار مردم عین زمان گپرو هستن. درست. بعضی ها البته مکمل نیست، خدای نخواسته سوی تعبیر صورت نگیره. در وقت انتخابات زیادتر کوشش صورت می گرفت که امو پلی ترازویی را بگیرند که آینده یا چیز بدست بیارند، دفعتن چیز بدست بیارند. خب چون وکلا پارلمان متاسفانه در گذشته ها هم امو امتحان خود را داده بودند که رأی گرفته بودند، بعد از او باز در قصه مردم نبودند. مردم هم می گفتند کال ما رأی میتیم، پول ما را میاله بتی دیگر، باز بعد از انتخابات بیز دروازه بسته می باشه و ما تو را دیده نمیتن. این مسئله بود، این جدی ترین مشکل انتخابات در افغانستان امی هست که ما در روی شخصیت، لیاقت، توانایی و آینده افغانستان و اینکه چی کسی را باید انتخاب بکنیم، چی کسی را انتخاب نکنیم، و اینکه این امانت هست که باید امانت را چه قسم به اهلش بسپاریم، و اینکه در روز قیامت خدای نخواسته ما از اگر امانت را خیانت کرده باشیم مؤاخذه میشیم، مؤاخذه میشیم. اگر نکرده باشیم برای ما اجر و پاداش داده میشه. این مسائل کمتر مورد توجه صورت میگرفت و قرار میگرفت. درست. از برنامه فرهنگ و تمدن اسلام ما و دوستای ما بیننده‌های خوب ما همگی خاطره دارن. بله بله. شما هم میخواین چیزی بگوین در این مورد؟ والا یکی از خاطراتی که هیچ فراموشم نمیشه این هست که یکی از مهمانان را دعوت کرده بودم در برنامه فرهنگ و تمدن اسلام، و مهمان ما شروع کرد به یک شعر دیگه بسیار خوب گرم هستیم و
آغاز کرد، گفت که امو زمان یک ربی هم اعلان به اعلان میرفت، گفت ز جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم من این غذا را که اما ربی که بوده ربی فلانی در اوست. این که شروع کرد و خودش هم اول متوجه نبود که یک دفعه مرا ناخودآگاه خنده گرفت. این که خنده گرفت یه آدم سلام کرد، گفت استاد، این قسم نیمه شد، گفت استاد احساس به احترامی کرد دیگه. چرا؟ من گفتم استاد شما ربه سعدی رو زرده کردیم بایی گفتم گفتم که اعلان ربه رفتین حالا باید جریمه میشم اگر تلویزیون ببینم. نگه برادر دیگه بسیار جالب برنامه بسیار آموزشی و خوبی بود. خب فکر میکنم نوبت وقفه رسیده، بعد از یک وقفه کوتاه ادامه سوالات و مهمترین بخش ها با باشیم. بسیار خوش آمدین ادامه برنامه سراچه است. و کلیس پیشتر در مورد برنامه فرهنگ و تمدن اسلام گفتیم. یک برنامه دیگه که از سالها بیننده از شما داشتن و تماشا کردن ترتیل بود، برنامه ماه مبارک رمضان. میشه در اون مورد چیزی بگوین؟ خاطره دارین؟ چیزی یادداشت دارین؟ تجربه خوبی دارین؟ طبعا قبل از رمضان ثبت نشد، دوستان متوجه باشن قبل از رمضان ثبت نشد. اگر کدام وقت جایی دیده بودین که کسی دومی چیزی میخورد، منظورش که نبوده که ماه رمضان بود. بله، برنامه ترتیل برنامه رقابتی حسن قرائت قرآن عظیم شان بود که همه سال ماه مبارک رمضان به نشر میرسید و این روال برنامه ای بود که قبل از رمضان، یعنی 10 روز، 15 روز یا تا 20 روز پیش از رمضان ثبت می شد و چون باز در رمضان نشر می شد، به این خاطر ما هم به سوژه هایی را می گفتیم که یعنی رمضانی باشد. بله. مثلا روز دوم رمضان یا دهه دوم رمضان رسیدیم یا دهه سوم رمضان رسیدیم یا دهه اول رمضان قرار بود. دیگه مثلا عجب کیف داره که بگوین فردا بخیر عید است. بله بله. و در حالی که هنوز رمضان هنوز نرسیده. جالبی بود که دمی استودیو برنامه ترتیل را ثبت میکردیم که داور استاد شیخ القرا استاد برکت الله سلیم بود، امرای قاری صاحب ضیاءالحق و قاری صاحب احمدی، یک قاری صاحب دیگه بود نامشان فراموشم شده. میله بعد از چاشت باید ادامه برنامه را ثبت میکردیم، نان خوردیم، نماز و اینا را خواندیم، دیگه امی بوتلا یو در پیش ما آمدیم به ثبت برنامه و شروع کردیم. از استاد شیخ القرا متوجه نشدیم، امی بوتل اوش در سر پیشروش ماندگی است. دیگه ما وقتی که رفتم انانس گفتم که استاد چطور بود امروز روز رمضان را به خیر آغاز کردین؟ چطور هستین؟ خسته و گشنه و دشنه چیزی نشدین؟ بله. دیگه استاد بیچاره هیچ کدام ما متوجه نی. استاد میگه که نه والا خوب است، خو امروز کمی تشنه هستم. کمی تشنه که گفت متوجه شدم، گفتم خیلی یهو که در پیشوری تست میتونی استفاده کنی. بوتل هوا پیشوش مانده بود. بله بله بوتل هوا پس دور کردیم و برنامه را از سر ثبت کردیم. یکی از جالب ترین جالب خاطرات. بسیار بسیار خوب. دوستای تکنیکی چند تا عکس آماده کردن از کلیسه و مربوط ایشان، اینا رو میبینیم و استاد هم شاید تبصره داشته باشند در مورد. نام خدا، این فکر میکنم جریان تحقیق است. این استاد عکس است که درسای آنلاین در قرنطین شروع شد. خب شما تدریس میکنید؟ بله بله. جالبی است که در این عکس یک خاطره بسیار جالب داریم. برنامه زوم هنوز اوقدر مشهور نشده بود و شورای علمی تصمیم به این گرفتن که باید از هر قسمی که میشه آنلاین درس شروع کنیم. خب گفتیم که خیلی از طریق واتساپ درس را ثبت میکنیم، روان میکنیم. گپ به می شد که درست از خیلی پاورپوینت لکچر نوتا روان شود برای معاصرین و تشریش هم صدا باشه. لکچر گفتیم خوب است. ما دیگه رفتیم به اتاق ششتیم، همگی برنامه درست است، 1 ساعت لکچر میتم، پس آن وقتی که خوب خلاص شدم متوجه میشیم که ریکارد نکردیم. بسیار جالب. دوباره خوب عکس بعدی.
یک برنامه کنفرانس داشت، سیمینار حقوق زن از دیدگاه اسلام داشتیم برای مدت 6 ماه برای فعالین حقوق زن و وکلای یک تعداد وکیل صاحب پارلمان بودن. دمونده گفتیم همین گپای نابتان. بله بله، بی سیمینار آموزشی 6 ماه بود که در کابل و همچنان در 4 ولایت دیگه درست. که قندوز و قندهار و پکتیا و اروزگان داشتیم. درست درست. خب بعدی؟ این عکس رونمایی کتاب رویکرد تطبیقی بر جایگاه زن در اسلام هست امروزش و استاد عکس گرفتن. بسیار عالی بسیار عالی. خب عکس بعدی؟ آه این قندول کیست؟ ارشیان دخترم است. خب بله بله. عکس چقدر وقت میشه؟ این عکس شاید یک 2 ماه پیشترش باشه. خب زیاد تغییر نکرده دیگه. و این خیبر جان نمیفهم که چطور پیدا کرده که در اینجا بسیار مقبول. خب بله بعدی؟ ویم ایم اتمن عدنان بچی کلانم هست. خب عدنان جان چند تا طفل دارین؟ 2 اولاد دارم، یک بچه و عدنان یک دختر. عدنان و عرشیان. آه درست. بسیار خوب. عکس آخرم داریم. بله بفرمایید. این عکس حدس بزنم عکس خودتان است من. این عکس خودم از شیرین ترین وقت عمرم. چند ساله بودید؟ یادتان میاد؟ نمیفهم گفتن. نمیفهم، شاید حدود 4-5 ساله بوده باشم، نمیفهم دقیق که چند ساله بودیم، ولیکن شیرین ترین وقت عمر انسان، عمر ما و شما در افغانستان، یعنی عمر یک تازه تولدی تا 5-6 ساله هست که بسیار زیاد شیرین باشه. عکس رو دیدم سیاه سفید بود، به یاد از افتادم امی معرفی تن که بود 1365 بودم یا 1356 بود. 65 بخاطر این کامرا سیاه سفید. بله بله، دو وقتا کامرا سیاه سفید هم بود، رنگام بود، خب عکس سیاه سفید گرفت. خب ما خب کتاب را هم داریم اینجا. حالی که از سال تولدتان 1365 است، میشین 35 حدود، درست است؟ میخواین چند سال زندگی کنین؟ 100 ساله میخواین شوین؟ جذابیت داره برتون؟ والا زندگیه که یعنی دستاورد داشته باشه میارده، این برای انسان لذیذ هست و لذت بخش هست و همی دعا را همیشه میکنیم که مسنون هست، دعای مسنونه هست که اگر در زندگی خیر ما هست خداوند عمر طولانی برای ما نصیب بکنه، اگر خدای ناخواسته در زندگی قسمی میشه که آخرت ما خراب میشه، باز از او زندگی کرده بهتر است آدم نباشه، نباشه بهتر است. خدا شما را عمر طولانی و همه قسمی که دعا میکنین نصیب کنه. در مورد کتابتون بگوین، جایگاه زن در اسلام. بله موردی که پیشتر صحبت کردیم، روی کرد تطبیقی بر جایگاه زن در اسلام، این تازه چاپ شده و؟ این تازه چاپ شده که در امیش سال 1400 و موضوعات بسیار جالب داره، مسائل نقصان عقل و دین زنان، همین نقد است. بله بله، این مهمترین چیز. بله بله، این توضیح از اینا هست، موضوعات خود جایگاه زنان هست، مسئله حجاب هست در ادیان گذشته و در اسلام که چگونه هست و چطور هست. یکی اکثرا ما از حجاب یک ببه و معرفی شده، همین حجاب هم بگوین بسیار کوتاه. بله بله، ولیکن وقتی که ما میبینیم که اسلام بسیار یک راه آسان را تعیین کرده، ای که بدنت ظاهر نشه و یعنی زینتت آشکار نشه، هر نوع لباسی را که میپوشی لباس را بپوش، ولی حجاب باشه. ولی چون در اسلام حجاب مشخصی تعیین نشده که چی باشه، فقط پوشیدگی، فقط چیزی که تعیین هست این هست که بسیار چسب و بسیار نازک نباشه و رنگهایی نباشه که باعث جلب توجه دیگر شود. درست. عقاید اسلامی کتابی هست، فکر میکنم این اولین بله بله اولین کتابی هست که بله بله در پانتور هم تدریس میشد، اولین کتابی است که نوشته کردیم. درست. قبلا در موردش معلومات دادیم. خب مورد بعدی فکر میکنم این یک کتاب است به زبان دری و پشتو ترجمه شده. بله بله. خب حقوق و جایگاه زن در میزان فقه اسلامی،
ای با او کتاب قبلی چی فرق داره؟ تفاوت از این هست که این کمی تفصیلی تر سرش بحث شده، موارد مثل حضانت، مسائل طلاق، مسائل نکاح، مسائل همچو میراث، بحثایی است که در این صورت گرفته و سوالاتی که اکثرا برمیگرده به این که حق طلاق چرا و صلاحیت طلاق به دست خانمان نیست، درست. و دیگه ای که چرا میراث زن نصف میراث مرد هست، بله، امیر و همچنان مسائل دیگه ای که در رابطه با انتخابات هست و جایگاهی از او، این موضوعات دی بحث شده و این مجموعه مقالات از من و استاد عزیز احمد حنیف بوده که در همین سیمینار شش ماهی که ما برای چی داشتیم بعد در پایانی از او، بله، این مجموعه مقالات را به شکل کتاب به زبان دری و پشتو چاپ کردن و توزیع کردن. خیلی خوب، امیدوارم استفاده شوه. من میخوایم بگم که وکلیس لطفاً کمی رحم بکنین، شکمتان بسیار از ما دوست دارین، همه ما دوست داریم، اینا بسیار زیادتر. در مورد خوراکه ها صحبت میکنیم اما بعد از یک وقتی کوتاه. ادامه برنامه سراچه است، خوش آمدین. تشکر از حمایت کننده برنامه ما، هپی مسیو انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما استفاده کنین. و کلیسه در مورد خوراکه ها میگفتیم راستی، چه چیز بسیار خوشتان میاد؟ من میفهم که مونسه با چیز خوشتان میاد. والا جالبی است استاد شمس که من هیچ چیز بدم نمیاد. توبه. یعنی از خوراکی ها چیزایی که حلال هست، البته همه ما و شما میفهمیم. بله دیگه. اینطور چیزی خوش نیست که بگویم که این غذا بدم میاد. همه چیز را خوش دارم. و جالبی است که بسیار زیاد که دوست دارم. بدون پیرنی و علوه دیگه چی؟ آل دو پیازه جایش گرفته. آل دو پیازه جایش هفته ترش هم هست. خب دیگه بسیار زیاد غذایی که از خمیر درست شوه را دوست دارم، مثل آشک، منتو، بولانی، امثال اینا، ولی که همیش برم یک قسم هست. اصلا مسئله به نظرم این است که مولای سیبا و قاری سیبا رو بدنام کردن، در حالی که همه گیشه کم خود دوست داره دیگه، همه گی. من خودم هم زیاد خوش دارم، زیاد خوراک میکنم و اینا. به هر حال شما به حق به خود نگیرین، ولی ما شما بارها خوراک کردیم، شما دوباره برای ما خوردین. خب اشتهای من بسیار کم هست. بخشی که به نظر ما کم متفاوت با دیگران است، بخش انتخاب ها و قضاوت هاست. چند کلمه میگیم شما انتخاب کنین، ممکن است این کلمات ما همیشه کلمات منفی باشه، شما اموری که نسبتاً ترجیح میتین انتخاب بکنین، از بین سه کلمه یک کلمه رو انتخاب بکنین، یا میتونین ترتیب بدین اول دوم سوم بیرون از ترتیب ما. یک، نشنالیزم، اپوزیسیون، محافظه کاری. من میفهم شما در کجا قرار دارین، ولی بگوین. اپوزیسیون. خب در یک بازی میخواین سلبین باشین، طرف بازی باشین، یا غیر حاضر باشین خوب است؟ والا طرف بازی باشم خوب است. میخواین طرف بله. بازی باشین. آدمای ماجراجو دیگه. بله. شهرت، دارایی یا قدرت؟ والا نگفتید. ارسیش یک جای ارسیش انتخاب نمیشه. انتخاب نه. یعنی هرسی از این قسمی هست که اونقدر میل ندارم به امرش. ولی یکی رو باید انتخاب بکنم. یکی رو که انتخاب بکنم دقیقا دیگه وقتی که پول بود همه چیز هست. آه دارایی. یعنی به هر چیز به دست میاد. خدا نخواسته فقر هم اسلام بد گفته و هم خوب نیست. بله درست. دروغ، عیبجویی، غیبت. نسبتا اگر قرار بگیرین در یک مجلس کدام شد ترجیح میتین ادامه بتین؟ خب اگر مجبور شوام دروغ مسالمت آمیز بهتر از راس بدنگیز. اگر مجبور شوم. بله بله بله. از سه مرحله زندگی یک انسان معمولا جوانی را بسیار ترجیح میتن. بله. کودکی، جوانی و پیری. شما همه قسم انتخاب میکنین، دلیل دارین برش؟
والا ما نظر من است که اگر از بعد لذت آدم ببینه، ما در کشور به نام افغانستان که زندگی میکنیم، وقتی که پا برسه یه جوانی میگذاریم، بجز از درد و رنج و غم و دیگه چیزی نیست. پس در اینجا بهترین و لذت بخشترین مرحله زندگی انسان اونم مرحله کودکی هست، که از هیچ چیز بیخبر هستی. دیگه سرشار میگردی، سرشار میباشی، و تکیگاهی بسیار بزرگی که آدم میداشته باشه به نام پدر، که نعمت بسیار بزرگ هست، و کسایی که پدر و مادرشان حیات هستن عزت و احترامشان را داشته باشند، این تکیگاه بسیار بزرگ و یک راحت و آرامش بسیار خاصی را برای انسان میتواند. جدا مدرست، یک اطمینان بسیار فوق العاده. آخرین مورد، مسئولیت زیاد خوب است، فعالیت زیاد و یا هم صلاحیت زیاد؟ والا در صلاحیت بعضی زیاد بعضی آدم ها، ببخشید، بعضی آدم ها این قسمی هستن که یک وقت خودم تجربه کردیم، در بیشترین قضایای زندگی یک طرفی قرار می گرفتم که باید مسئولیت می گرفتم. بله. و شاید هم یک قسم عادت کرده بودم یا فکر می کردم که نقش به من ساخته شده یا مهم است. یه وقتی می بینم آدم که زیر بارش میره دیگه. بله بله. واقعا نمیدونه برو به پایان برسنه. مسئولیت زیاد، فعالیت یا هم صلاحیت؟ من به این عقیده هستم که اگر صلاحیت باشه، مسئولیت و فعالیت خود به خود می آیه. خب. اگر پس صلاحیت را ترجیح میدیم نسبت به فعالیت. بله بله، میفهمین کدامش انتخاب کنین چون دیگرانش پشتش میه باز. بله بله. خب، قبل از اینکه بخش قضاوت ها بریم، من بپرسم که چه چیز هست که در زندگی شما را شاد میسازه؟ شادی مردم، خوشحالی مردم. اینکه مردم خوش میباشن، من بسیار زیاد خود خوش احساس میکنم. حتی گاهگاهی که من از برا میرم، یعنی یک کراچیوان یا یک هموطنم که دست فروش هست، اینا را میبینم که حداقل خنده میکنه یا یک شادی داره، ما خود ایتو احساس میکنم که یمی خوشحالی از ما است. بله. این مرا بسیار زیاد خوشحال میسازه. خوشحالی مردم آباد، هر کی گشت من آباد میشم. بله. خب، بیاین دیگه جای دیگه قبل از اینکه بخش بعدی رو باز مورد آینده و اتفاقات و برنامه های آینده صحبت کنیم، بخش قضاوت ها رو داریم. شما قضاوت میکنین، چهار گزینه داریم. فقط گزینه هایی که به شما پیشنهاد میشه و اختیار دارین در بین از انتخاب کنین، دو طرف منفی، خوب و زیاد و چیز است، خوب و بد است، کم و زیادش. خوب میکند، خوب نمیکند، بد میکند، بد نمیکند. از بین ازی ما جملات رو میخونم، شما فقط یکی رو بگوین چی میکند واقعا. این قضاوت است. خدا کنه که در این قضاوت میفهم. قضاوت بسیار کار سخت هم هست. بسیار سخت است و شما از همه بهتر و بیشتر میفهمید. امتحان سخت میگیرین از ما. نه خیر، نه دوستای ما میفهمن شما چطور قضاوت میکنین. شاگردتون بسیار بهتر. مصفیدی 70 ساله دریوری میکند، خوب میکنه یا بد میکنه؟ خوب میکنه. خوب میکنه. ولی طبق قوانینی که در کشورهای دیگه، البته فکر میکنم در افغانستان هم هست، بوده در قوانین دریوری، یک سن خاص، یک توانمندی های خاص برای دریوری وجود داره. به نظر شما خوب میکنه؟ بله بله. اگر 100 سال هم باشه. بله بله. و یک جالب دیگه ای است استاد، که 70 سال در کشور ما بسیار ضعیف هست، تا 50 ساله را وقتی که آدم بله. میبینه بسیار ضعیف هست. بله. ولی که در کشورهای دیگه 70 سال شاید برابر 50 ساله و یا 60 ساله ما بله شما بله. باشه. هست، درست است. بله. خب، یک کارمند با صلاحیتی که هر کار میتونه کرده شکایت میکنه، خوب میکنه؟ والا نه، شکایت خراب میکنه. چون بد میکنه. خوب نمیکنه. خوب نمیکنه. بله بله. خوب نمیکنه. چون من خودم شخصا از شکایت بسیار زیاد خوشم نمیاد. به نهایت، چون هر کس، من میگم که کسی که شکایت کرد دیگه او ناکامترین فرد در زندگی خود است. بله، درست است. جوان 30 ساله گدایی میکند، خوب نمیکند. خوب نمیکند. بله بله. آدم کار و مرد عمل شاعری میکند. آدم کار و مرد عمل شاعری میکند.
خب اگر در پهلوی کارهای دیگه خود شاید نه 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 این جمله است فقط اگر نه خوب میکنم از این خاطرم شده که آدمای کار اومدن مثلا آدم نظامی اومدن مثلا مجموعه شعری چاپ کرده هرچند هر کس حق داره ولی خب ولیکن من احساسی و اینا این بسیار مهم هست یک چیزی که در افغانستان وجود داره در کشور ما شما خصوصا من با بعضی دوستای دیگه که در بیرون از افغانستان هستن گاگای پیرامون بعضی موضوعات صحبت میکنم اونا میگن که در ممالک پیشرفته همین قسم هست که شاگردا اما ذهنیتشان پیدا میشه استعدادیابی میشه که اینا در کدام بخش چی دارن استعداد دارن متاسفانه در افغانستان قسم وجود نداره بله. از همین خاطر است که یک فرد بسیار یک ریاضیدان موفق هست با جای اینکه که بره در علوم طبیعی اون مثلا کامیاب میشه به ادبیات یا مثلا بله ادبیات اینا کامیاب میشه در اونجا موفق شده نمیتونه در اینجا بله. پس به این خاطر هست که اگر یک شخص فعال شاعری هم میکنه اون استعدادی هست که داره ولی که نتونسته در وقتش چی کنه معلم بارکشی میکنه به نظر من رنج بسیار درد آور است بله معلمی که آینده ساز کشور هست و آینده جامعه به دست از او هست وقتی که شکمی از او گرست نباشه چطور میتونه که فرض درست جوانان را تربیت بکنه و چطور میتونه که درست اما مسئولیت خود را ادا کنه درست بسیار درد آور است استاد خاموش میگفت که شما وقتی در فروشگاه برین یک بار در بین چیز ترکاری فروش ها و اینا یک معلم صدا کنین ده ها نفر دست بالا میکنه که ما هستیم و متاسفانه خب آخرین مورد آخرین جمله از این بخش تاجری که کل تیل و گاز شهر را خریداری میکند خوب میکند هم یک را خوب بگوین که بد میکنه والا این را میگم بد میکنه بخاطر از اینکه جامعه را وقتی که ما میبینیم و این ملت رنج دیده را میبینیم این ملت رنج کشیده را میبینیم هر کس که دستش رسید میخواه که به یک شکلی از اشکال یک ظلم کنه سر از این مردم بیچاره اگر تاجر هم به این کار میکنه خوی بسیار کار بد است بگوین بد میکنه خب بسیار تشکر نوبت وقفه است بعد از یک وقفه کوتاه پایان برنامه و آخرین سوالاتی که دارم تمام قسمت پایانی برنامه سراچه است خوش آمدین و صحبت های ما با استاد محمد اصغر وکیلی پوپلزایی ادامه داره نوبت فکایی است میخواییم بگویم خب آلی ما رو مجبور میسازین که فکایی باید بله حتما جالبی است که شاید یک قصه واقعی هم باشه خب اکثرا فکایی ها یا قصه های تخیلی زیادتر هست نسبت به واقعی یک قسمت زیادش هم واقعی است من میتونم ثابت کنم خب بله بله میگه یکی از یک روستاها تازه لاسپیکر را برده بودن در مسجد خب. بالا کرده بودن و این را منار البته نداشته در شاخ درخت در بلندش بسته کردن در یک درخت چنار در بلند بسته کردن و ملا صاحب بعد از نماز دیگر که نماز داده شروع کرده به وعظ و نصیحت خب اکثرا یک تعداد مولوی صاحب ها هستن وقتی که به وجد می آین بسیار همه تو صداشان بلند میشه و با احساسات بلند میشه و با احساسات بیان میکنه کدام نفر روستایی تیر میشه سل میکنه میگه که آله که در درخت بالا شدن نمیتانستی تو چرا در درخت بالا شدی که آله چیغ زده میری تو تا شده خب بالا نمیشدی دیگه اصلا بالا نمیشدی بسیار خوب بسیار خوب خب در مورد آینده هم خوشبین هستیم یا فقط امیدوار در آینده امیدوار هستم و خوشبینم به این هستم که خدا مهربان است انشاءالله یک رحم روشنی الله متعال شود چون پشت هر تاریکی روشنی هست امیدوار هستیم که این روز این شب ملت افغانستان به روز تبدیل شود و انشاءالله یک آینده درخشان یک آینده خوب و یک آینده پر از مهر و محبت پر از وحدت و یک پارچگی پر از اتفاق و اتحاد و بدور از غم و درد و رنج داشته باشیم انشاءالله انشاءالله برنامه شخصی برای آینده
چیز دارین مصرف چیزا میشین؟ من که چندین سال است تعقیب میکنم شما دکتراتون رو مانده هنوز. بله، یک چیزی هست استاد که در جامعه مثل که ما و شما زندگی میکنیم هر روز در حالت تغییر هست و به مو اهداف خود یگان دفعه نمیتونیم برسیم. ما بسیار هدف ها و پلان هایی داشتیم که حتی در میتونم گفته که شرایط قسمی آمد که در نطفه خونسا شد. بلده. اما اهداف و برنامه ها که یکی از مواردش هم بحث دکترای ما هست که ما امسال عزم داشتم که هر قسمی که شوا باید پروگرام دکترا را در بیرون از کشور آماده بسازم که متاسفانه شرایط قسمی شد که شرایط نموند یا اطفال نموند گاهی وقتا اولاد و خانواده میشه ولیکن با همه مشکلات خانواده ولیکن حل ساختیم که باید دکترا را بگیریم و بخیر حل شود خلاص شود چون هر روز از عمر وقتی که میگذره دیگه به مو وقت است که زایع شده میره به این خاطر ولیکن ببینیم انشاءالله که چی میشه در آینده آیا میتونیم نمیتونیم شرایط چگونه میایه ولیکن امیدوار هستم که شوه درست و ما خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که هر چیزی که آدم قصدش را میکنه نیتش را میکنه خداوند یک روز نه یک روز به هدفش میرسانه انشاءالله شما این که در مورد حقوق زن و جایگاه زن هم بیشتر تحقیق میکنین و کردین خواهرها تحصیل کردن؟ الحمدلله بله خواهرای ما همهشان تحصیل کردن لیسانس هستن آتمن و خانم؟ خانم هم لیسانس هست بله تحصیل کردن حتما و... دخترتان هم میخواین که ماستر و دکتر باشه؟ هدفی که دارم امی هست بله. چون یک دختر با سواد بودن بله. یک فامیل را با سواد می سازن و بله چیزی که بسیار مهم است یک الگوی اسلامی تحصیلات عالی در خانواده های مسلمان در افغانستان بسیار ضروری و مهم است حوادثی که در 30-40 سال اتفاق افتاد ما را بسیار پراکنده کرده و ما کمتر از این الگوها هست ولی خب بسیار مطرح نیست در میدان نیست و چیز نیست به این خاطر من این را پرسان کردم و حتما سفارشات شما هم دارین در این تحقیقاتی که کردین و لزوم تعلیم و تربیه برای زنها و دخترها را جدی میگیرین بله دقیق است استاد من میخوایم که بسیار این بحث علمی نکنم بسیار امیتو عامیانه و عام فهم بگویم که همه بفهمن درک بکنن درست. ببینید در کشوری که ما و شما زندگی میکنیم همه ما مصروف هستیم مردا خصوصا مسئولیت ناناور خانه هست صبح وقتی که از خانه میبرای وقت تا ناوقت شب را در بیرون میباشد اولاد وقتی که مکتب میره این نیاز داره به یک راهنما به یک معلم خانگی بلی. اگر مادر خانواده با سواد نباشه تحصیل کرده نباشه چی کسی همکار و هم همکاری میکنه با طفل که در درسای خود پیش بره یک دلیل بی‌سوادی نسلی ما نبودی یک معلم در خانه است که مادر باید بود بله موضوع هست و بس مسائل دیگه هم هست که اسلام برای ما میگه که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم طلب علم بالای هر مرد و زن مسلمان فرض است باید فرض را ادا بکنیم و اگر علم نداشت خدا را شناخته نمیتونه عبادت یک جاهل با یک عبادت یک عالم میشه فرق داره عبادت یک کسی که چیزی را میفهمه و درک میکنه با کسی که هیچ نمیفهمه و سواد نداره میشه فرق میکنه بلد. به این خاطر لازم هست که طبقه اوناس یاد بگیرن تا یک بتونن نسل را تربیت بکنن و یکی بزرگترین مسئولیت را خداوند متعال جل و علا شنهو پرورش اولاد را به مسئولیت و وظیفه خانم دانسته است بله. درست؟ بله. پس چطور میتونیم که یک نسل را برای یک کسی بدستش قرار بدیم که اونا خودشان مشکل داشته باشه تشکر وکیل صاحب در پایان برنامه هستیم اگر کدام سوال مهمی که من پرسیدیم ماده با بو که بپرسم والا برنامه قسم گذشت که من فکر میکنم همه سوالات شاید خلاص شده باشه چیزی میخواین بگیم در پایان چیزی که من میگم این هست که ملت ما وحدت یک پارچگی اتحاد اخوت و برادری خود را حفظ بکنن من همیش وقتی که تنها میمانم گاگاهی درد به دل می آید باز اما ابیات دکتر یوسف قرضاوی را پیش خود زمزمه می کنم که یا اخی فی الهندی او فی المغربی انا منک انت منی انت بی
لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنما الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون. بسیار عالی. ای برادر، از هندوستان هستی یا از مغربستان هستی؟ انا من که انت منی انت بی ما از تو تو از ما یکی به خاطر دیگه هستی. لا تسأل عن عنصري او نسبي، از پرسان نکو که کی هستی، از کدام مملکت هستی، با کدام کشور متعلق هستی یا با کدام زبانی صحبت میکنی. انما الاسلام امي و ابي، اسلام هم پدر و مادر ما هست. اخوات نحن به مختلفون، ما همه برادرها با ائتلاف داریم که مسلمون مسلمون مسلمون، ما مسلمان هستیم ما مسلمان هستیم. این غزل دکتر یوسف قرضاوی بسیار یک ابیات محتوای بسیار عالی داره. وی ابیات بسیار آخرش بود که برای شما گفتم. در ابتدا میگه که من بنا للعلم صرحا ارفع، من اقام الدین و الدنیا مع، سائل التاریخ عنا ما وعا. میگه شما از تاریخ پرسان بکنین که پیشرفت علم، ترقی اینا از کجا شد، اینا را کی انجام داد. پس اینا همیش از نتیجه بود که مسلمان ها در وقت پشت موضوعات فرع نمیگشتند، اتحاد بالای همبستگی داشتن و آینده را میخواستن جور بکنن، ولی که وقتی که اختلاف به وجود آمد باعث عقب ماندگی ما مسلمان ها در جامعه شد. امید است که این اختلاف برداشته شود. بسیار تشکر لیسپ، ما از باشه. بودن با شما لذت بردیم و از گفتگو با شما بسیار کیف کردیم. ممنون از شما هم از اینکه برام در برنامه تان دعوت کردین. امیدوار هستم که برای بیننده ها هم خوب گذشته باشه. حتما انشالله. بسیار تشکر دوست عزیز، از شما هم، از همکارای تکنیکی خود هم تشکری میکنم. تا هفته بعد که در برنامه سراچه باز هم قرار میگیریم، خداوند یار و نگهدار همه ما شما.